خب در کنار پدر آقا محمد صدرا هستیم، عرض ادب و احترام داریم خدمت. سلام دارم خدمت شما و مخاطبین محترم. خواهش میکنم. خب از آقا محمد صدرا بگید برای ما که از کی شروع شد بحث ورزش کوهنوردی و از کی همراه شد با شما. عرضم به حضورتون که محمد صدرای ما میدید که ما کوه میریم و جذاب بود براش اینکه حالا صبح بیدار میشیم، آماده میشیم، وسایلا رو از قبل آماده میکنیم. مشخص بود یه حس قشنگی به این کار کوهنوردی، این ورزش داشت. خودش آماده کرده بود از لحاظ ذهنی. یه روز پیشنهادمون این شد که همراه بشیم تو کوه نزدیک خونمون که هم یه جورای پارک کودکانه بود و کوهنوردی در کنارش. اومد استفاده کرد، تست کرد، لذت برد از کوهنوردی و از حدود سن 5 سالگیش بود دیگه با ما همراه شد. از 5 سالگی مشکل نبود؟ قطعا مشکله. این که حالا کوهنوردا خودشون دیدن این که بخوای یکی رو حمایت کنی همیشه، اون و اون یه نفرم حس تشخیصش کودکانه باشه و بخوای یه جورایی کلن همراه هم با خودت باشه، سخت بود ولی شیرین بود. شیرین به خاطر اینکه خانوادگی میرفتید سود؟ واقعا اون که خانوادگی میریم کوه یه جذابیتی به جذاب بودن کوه اضافه میکنه. خاطری از بچگی آقا محمد صدرا داری که برات شیرین باشه و همیشه تو ذهنت مونده باشه؟ از بچگیش آره تو کوه داریم و تو زندگی عادیمون. یه خاطره جذابی که ما داریم، خیلی جاهام تعریفش کردیم، تولد محمد صدرا رو ما روی قله گرفتیم، روی قله کرکس. حالا محمد صدرا خودش توضیح داد که همه چیز کوهنوردی اصفهان یه جورایی مرتبط میشه با کرکس. تولد کودک محمد صدرا رو ما روی قله کرکس گرفتیم. اگر الان برگردی به حدوداً 5-6 سال پیش، باز هم آقا محمد صدرا رو با خودت کوه میبری؟ قطعاً محمد صدرا رو با خودم به کوه میبرم، ولی سعی میکنم که شاید بیشتر مباحث آموزشی رو اول کار باش بریم. البته خب مشکلی که ما تو کوهنوردی داریم برعکس ورزش‌های دیگه، آموزش رو تو سن کودکی نمیذارن. آموزش رو میگه از سن 15 سالگی به بعد، در صورتی که آموزشی که اگر قرار داده بشه به یک کوهنورد، چقدر خوبه که تو سن کودکی به کوهنورد آموزش داده بشه، تو ذهن کودک نهادینه، تو ذهن هر کسی نهادینه بشه. وقتی من از سن 7-8 سالگی بهم میگن که چجوری کوه برو، چجوری گام بردار، باتوم چیه، چجوری استفاده کن، تو ذهنم نهادینه میشه. ولی الان داریم مثلا دیدین حتما تو سنهای بالا دارن میرن کلاسهای آموزشی. خوبه، نمیگم خوب نیست، ولی آموزشی که تو سن 7 سالگی آموزش داده میشه با سن 70 سالگی واقعا متفاوت. و ما دغدغمون این بود که همپای محمد صدرا باشیم. دغدغمون این بود که فکر نکنه پدر مادر تنبلی هستیم، به خاطر آسایش خودمون میخوایم از ورزشش بزنیم. یه دغدغه دیگه که داشتیم همین دغدغه پزشکی بود که تو ذهن ما انداخته بودن. یه سری ها حالا با یه اطلاعات خاصی مثلا کوهنوردی کودک رو منع میکنن. و جالبه که تو فدراسیون کوهنوردی بین المللی ما آیین‌نامه‌ای به عنوان کوهنوردی کودکان داریم و توضیح میده که با چه شرایطی تو چه سنی. اینجوری نیست که ما میگیم کودک به کوه نره، مشخص میکنه که مثلا از سن 3-4 سالگی، از سن مثلا 4-5، 5-7، و مشخص مونه از محدوده محل زندگیتون که مثلا کسی که در رو ارتفاع 0 زندگی میکنه با مایی که مثلا رو ارتفاع 1700 زندگی عادی مونه، خیلی اختلاف هست تو کوه رفتن. مشخص میکنه تو هر رنج سنی چه مقدار میتونه ارتفاع بگیره. ولی تو زبان عامیانه ما کوهنوردهای شاید با دانش بروز نشده من میکنیم کوهنوردی کودکان رو. چقدر آقا محمد صدرا رو حمایتش کردید در بحث حرفه‌ای شدن در ورزش کوهنوردی؟ من اعتقادم اینه که برای آینده کودک پسنداز نکنیم، برای آینده کودکمون سرمایه گذاری کنیم.
اینکه کلاس‌های آموزشی، دوره‌های آموزشی، چه در کوهنوردی، چه در ورزش، چه در زندگی، حمایت من اینجوری بوده که برا دانسته‌هاش سرمایه گذاری کنم، نه پس‌انداز. خب یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که هر پدر و مادری هم 100% خواهد داشت، بحث درس کودک و بحث بازی‌های کودکانه آن کودک هست. آمام صدرا در درسش چطوره و چقدر بازی‌های کودکانه انجام میده؟ محمد صدرا خودش همیشه میگه اول درس، دوم درس، سوم درس، بعد ورزش. اگر قرار باشه ورزش به درسش لطمه بزنه، مطمئنن ورزشو میذاره برای آیندهش. من فکر میکنم ورزشش کمک میکنه به تحصیلش، ولی بازی های کودکانش رو من فکر میکنم باز هم از درسش واجبتر و مهمتره. برای من خودم اگر بچه‌ای بازی نکنه خلاقیت پیدا نمی‌کنه، اگر بچه‌ای بازی نکنه کودکی نداره و تازه تو نوجوانی و جوانی و بزرگسالیش می‌خواد برگرده به زمان کودکیش و این باعث میشه که از لحاظ روحی عاطفی شکست بخوره. به نظر من کودکی کردن کودک از همه چی مهمتره. حرفای پدر آقا محمد صدرا رو با هم دیگه شنیدیم و دیدیم. بریم حرفای مادر آقا محمد صدرا رو هم با هم بشنویم. با ما همراه باشید. رادیو کوهنورد روی موج همدلی فرکانس بی‌نهایت. عرض سلام و درود و خدا قوت دارم خدمت همه شما مخاطبان گرامی پایگاه خبری رادیو کوهنورد. پایگاه خبری رادیو کوهنورد طبق قانون مطبوعات در حوزه‌های کوهنوردی و صعودهای ورزشی، محیط زیست، هلال احمر و گردشگری در سراسر کشور فعالیت می‌کنه. تا یادم نرفته باید خدمتتون عرض کنم که این رسانه هیچ گونه رابطه حقوقی و غیر حقوقی با صدا و سیما نداشت و نداره. شما هم میتونید سوژه ها و دغدغه های خودتون رو با ما در میون بذارید. با ما همراه باشید.